میزبانی از برف و باران در نیمی از ایران. از شب گذشته با ورود سامانه بارشزا به کشور، برف و باران آسمان استانهای خوزستان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، دورستان، ایلام، کرمانشاه، مرکزی، همدان، قم، تهران، البرز، قزوین و اصفهان را فرا گرفت. بارش برف موجب لغو پروازهای فرودگاه‌های سنندج، کرمانشاه و یاسوج شد. ارتفاع برف و برودت هوا همچنین مدارس برخی از استانهای کشور از جمله کردستان و قم را به تعطیلی کشاند. پلیس راه هم اعلام کرده که برف و باران فقط توانسته راه شمشک به دیزین و پونل به خلخال رو مسدود کنه و بقیه راه‌های ارتباطی کشور باز است. شکر خدا را به جا میاریم، به جا به خاطر همه نعمتهاش، به خاطر برف. برف که بیا که خوشحالن همه. این برف واسه ما رحمته، اینم شیرینیه برف اومدن. آره، دونه های مرواری توی سکوت شب بارید و بارید. آره، بعد بانیمه. صبح آرزوی شب بچه ها برآورده شد. امروز تعطیل بود، مدرسه ها تعطیل شد، امتحانات لغو شد و آدم برفی ها هم ساخته شد. اینه چی تو دست؟ به آدم برفیه. آدم برفیتون هم دهن ندارم. شن و نمک که گذاشتن اینجا داریم میبری که بپاشیم تو کوچه ماشین گیر نکنه. بیشترین بارش برف رو از ایستگاه کوهرنگ داشتیم که ارتفاع برف 40 سانتی متر هست. خلاصه این روز برفی هم شادی داشت هم سختی، اما شادی امروز به سختیاش میچربید. استان و متکی به کشاورزیه، اگر برف نیاد آواره میشن حاشیه شهرها. راست میگم، خشکسالی کمابی این یکی دو ساله رو یادتونه؟ 35 تا چشمه داشتیم که اینا هم آبدهشون کم شده. حداقل 20 تا 30 هکتار اراضی زیر اون دیگه کشتکاری انجام ندادیم. حالا با اومدن این نعمت الهی خنده رو لب کشاورزا جاری شد. تالاب هامون پر از برف و یخ شد. از همه مهمتر صدامون پر آب شد. ماندگاری و به تدریج ذوب شدن این بارش ها باعث تغذیه سفره‌های زیرزمینی میشه. این بهترین نعمت است که خداوند واقعا به ما داده. حالا از امروز که دوباره آسمون با همون آشتی کرد، ما چشم انتظار برف بشیم تا که باز شادی ها و گوله برفی هامون رو نثار هم کنیم. خب، کارشناس هواشناسی آماده است تا جزئیات بیشتری از بارش‌های امروز رو به اطلاعتون برسونه. خانم احمدی سلام بر شما. همونطور که خودتون هم شاهد بودید، برف امروز در تهران غافلگیر کننده بود. این بارش‌ها تا کی ادامه داره؟ به نام خدا، من هم حضور شما و بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. وقت شما بخیر باشه ان شاءالله. همونطور که در خبر هم اشاره شد، این سامانه بارشی تقریباً از دیشب وارد کشورمون شده، از جنوب غرب وارد کشور شده. عمده فعالیت این سامانه بارشی از دیشب تا حالا در بخش‌های از جنوب غرب و به طور کلی در نیمه غربی و جنوب کشورمون بوده. در حال حاضر در بیش از 20 استان کشورمون، اگه بخوام استانی نام ببرم، در مناطق وسیعی از استان‌های مازندران، آذربایجان‌های غربی، شرقی، تهران، البرز و همینطور در کرمانشاه، همدان، کردستان، لرستان، خوزستان، ایلام، مرکزی، اصفهان و در بخش‌های جنوبی کشورمون، در بخش‌های وسیعی از استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، هرمزگان، فارس و حتی سیستان و بلوچستان در حال حاضر بارش برف و باران گزارش شده. عمده و شدت این بارش‌ها رو برای امروز در جنوب غرب و بهتر بگم دامنه‌های جنوبی زاگرس پیش‌بینی کردیم، به ویژه در استان‌های مثل ایلام، لرستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، بوشهر و فارس میتونه منجر به آب گرفتگی معابر عمومی و حتی اختلال تردد جاده‌ای هم بشه. این سامانه بارشی فردا به تدریج از نوار غربی عبور میکنه، اما همچنان در بخش‌هایی از مرکز، جنوب و جنوب شرق کشور به فعالیت خودش ادامه میده و شاید اواخر وقت روز یکشنبه و یا دقیق‌تر بگم اوایل وقت روز دوشنبه از مرزهای جنوب شرق کشورمون به طور کلی خارج میشه. اما همطور که عرض کردم، عمده و شدت فعالیت این سامانه بارشی در بخشهایی از جنوب کشورمون اتفاق میفته و باید هموطنان عزیز ما در این مناطق آمادگی روبروی با این مشکلات رو داشته باشن که شدت بارش ها خیلی زیاد خواهد بود. در استانی که خدمتتون عرض کردم، کاهش نسبی دما و وزش باد رو هم در پی این بارندگی خواهیم داشت. نکته آخر که خدمتتون عرض میکنم، مواج بودن خلیج فارس برای امروز و وزش باد شدیدی هستش که برای استان اردبیل و سواحل شمالی کشورمون به ویژه در سواحل غربی دریای خزر پیش بینی کردیم برای امروز اتفاق بیفته. در خدمت شما هستم خانم احمدی. از شما